در روز چهارشنبه سوم جولای ارتش مصر یک بار دیگر در صحنه سیاسی مصر ظاهر شد. قانون اساسی را تعلیق کرد و ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح آقای عدلی محمود منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب کرد. آقای عدلی منصور برگزیده ارتش کسی بود که در سال 2012 با لغو قانون انزوای سیاسی اجازه داد مقامات رژیم حسنی مبارک در انتخابات مصر شرکت کنند. حضور احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارک در انتخابات به همین دلیل بود. از سال 1952 تا کنون، یعنی در 61 سال گذشته، از 6 رئیس جمهور مصر به جز آقای محمد مرسی بقیه ژنرال های ارتش بودند که عبارتند از محمد نجیب، جمال عبدالناصر، محمد انورالسادات، محمد حسنی مبارک و محمد حسین التنتاوی. به اتفاق میهمان برنامه امروز آقای یوسف عزیزی بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران و کارشناس جهان عرب، نگاهی میکنیم به رویدادهای اخیر در مصر. ابتدا از آقای بنی تروف سوال میکنم، آیا به نظر شما ارتش که در 60 سال گذشته بر تمامی زندگی سیاسی و اقتصادی مصر چنگ انداخته و همه چیزو در کنترل کامل خودش داره و بر همین اساس از امتیازات ویژه‌ای در حوزه به ویژه اقتصاد و سیاست برخورداره، آیا تسلیم بهار عربی و قیام بر حق مردم برای نان و آزادی خواهد شد؟ آنچه که درباره ارتش و آقای عدلی منصور گفتید درسته. ارتش مصر اما این ویژگی را داره در قیاس با بسیاری از ارتش‌های منطقه و جهان که یک ارتش به نوعی مستقل از دولت مصر هست و این ناشی از مکانیزم سازوکار در واقع درونی حکومت مصر هست، به این شکل که در مصر وزیر دفاع به پیشنهاد نیروهای مسلح به رئیس جمهور و سپس موافقت رئیس جمهور وزیر دفاع انتخاب میشه و این وزیر دفاع فرمانده نیروهای مسلح هست در مصر. این یک فاصله ایجاد میکنه، یک استقلالی به ارتش مصر میده که در سایر ارتش های منطقه وجود نداره و این باعث میشه که بر تقدیر و این باعث شد که در انقلاب 25 ژانویه 2011 ارتش به نوعی دستشو از پشت حسنی مبارک کشید و همراه شد با نیروهای انقلاب و این از یک برادرکشی، یک جنگ داخلی، یک سری رویدادهای غیر قابل پیشبینی جلوگیری کرد. یعنی میتونست ارتش مصر هم مثل ارتش لیبی سرسپرده فرزند رئیس جمهور باشه، مثل ارتش سوریه سرسپرده رئیس جمهور باشه و مسائلی پیش بیاد که به هر حال ناخوشایند هست. ارتش البته ارتش مصر با تجربه این که تاریخی طولانی از نبرد علیه اسرائیل داره طی 60-70 سال گذشته و بدنه این ارتش هم را فرزندان کارگران و کشاورزان و نیروهای فرودست جامعه مصر تشکیل میدند، این ارتش و با توجه به استقلالش، استقلال نسبیش از هیئت حاکمه، در واقع در بزنگاه‌های تاریخی و از جمله
در انقلاب ژانویه 2011 و نیز در انقلاب دوم یعنی انقلاب 30 ژوئن 2013 به سمت مردم متمایل شد، یعنی در واقع صدای توده ها را شنید و صدای انقلاب را شنید و همراه شد با انقلاب. میدونیم که ارتش البته خب فرماندهانی هم داره بعد از در واقع از دوره سادات به بعد که در تعامل با آمریکا و غرب قرار گرفتند، منتها این در کلیت و بدنه ارتش تأثیر چندانی نداره، با توجه به اینکه فشارهای توده‌ای، فشارهای مردمی، فشارهای انقلاب به مردم روی ارتش و روی بدنه ارتش که اون هم اون رو ملتقل میکنه به فرمانده ارتش، باعث شد که این ارتش در واقع در کنار مردم قرار بگیره و رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده ولی همین رئیس جمهور آرای مردم را نقض کرده بود، به هر حال اون را از کار برکنار بکنه و قانون اساسی را معلق بکنه. شایسته گفتن هست که ستن از رهبران جنبش تمرد که جوانانی هستند که در یک سال پیش در رأی‌گیری ریاست جمهوری ژوئن 2012 با آقای مرسی رأی دادند، این ستن از رهبران خود میگویند که ما حدود 3-4 ماه پیش در واقع دیدیم که این رئیس جمهوری نیست که باید رئیس جمهور همه مردم مصر باشه و در نتیجه شروع کردن به جمع‌آوری امضا برای برکناریش و حدود 22 میلیون امضا هم از مصریان گرفتند برای برکناری آقای مرسی، که آقای مرسی در اوج تظاهرات 30 ژوئن به فرماندهان نظامی که به وی گوش زد کرده بودند به صدای انقلاب مردم گوش فرا بده، گفته بود که اینها شماری بیش نیستند، حدود 160 هزار نفرند، یعنی همون صحبتی که آقای اسحاری سرلشکر اسحاری در انقلاب ایران اظهار کرده بود و گفته بود که اینها نوار هست، اینها مردم نیستند، که مردم البته مردم ایران با شعار خودشون بیشون جواب دادند که آیا اسحاری نوار که پا نداره. این و اما ببینید در مورد آقای عدلی منصور، به نظر من انقلاب مصر یک انقلاب تدریجیه، یک انقلاب گام به گامه، یک انقلاب پله به پله است، یعنی در واقع و در ضمن انقلاب خشونت آمیزی هم نیست از نوع مثلا انقلاب ویتنام یا انقلاب حتی فرانسه یا انقلاب حتی ایران، انقلابیه که البته تلفاتی هم داده ولی در قیاس با انقلاب‌های بزرگ جهان اینها به هر حال ناچیز هست. بنابراین من فکر می‌کنم که هرچه انقلاب ژرف‌تر بشه، هرچه انقلاب عمیق‌تر بشه، این در واقع تصفیه نیروهای مخالف انقلاب، البته نه تصفیه فیزیکی ولی کنار گذاشتن این نیروهای وابسته به رژیم سابق صورت خواهد گرفت، گرچه خب برخی از این نیروها نیروهای متخصص، قاضی‌های با تجربه و نظایر اون هستند که در دوره انتقالی و در دوره عدالت انتقالی به قول معروف به اینا نیاز هست. یوسف عزیز، اینکه مردم به دنبال شعارهای سال 2011 یعنی بهار عربی که آغاز شد که عبارت بود از نان و آزادی، یعنی کار میخواستن و آزادی میخواستن،
و همچنین در 30 ژوئن دوباره به خیابان آمدن اقدام بسیار درست و دقیق بوده. اما حرکت ارتش، پیشروی مردم برای به دست آوردن خواستاشون به نظر میرسه که سد کرده. آیا واقعا هیچ راه دیگری جز این راهی که ارتش در پیش گرفت وجود نداشت؟ یا اینکه این مطلوب‌ترین راه برای ارتشی بود که مدت 60 سال این کشور رو به گروگان گرفته؟ ببینید، در کشورهای به اصطلاح جهان سوم، یعنی کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین و آفریقا، اساساً به دلیل سلطه طولانی استبداد و دیکتاتوری هیچگاه احزاب و بخصوص احزاب لیبرال، چپ، دموکرات و سکولار اجازه نداشتند که شکل بگیرند و سازماندهی داشته باشند برای مردم خودشون. در نتیجه در این کشورها اساساً ارتش به عنوان یک نهاد نقش بازی میکنه در ضعف در واقع احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی. در جامعه مصر، گرچه ما در دوره مبارک یک جامعه مدنی داشتیم، منتها احزاب هیچ وقت و هیچگاه از سوی نه سادات، نه مبارک و نه جمال عبدالناصر اجازه رشد و اجازه برپایی و اجازه سازماندهی نداشتند. تنها حزبی که در واقع به نوعی تونست در واقع سازماندهی خودش رو داشته باشه اخوان مسلمین بود، که البته در اثر داد و ستدی که با رژیم مبارک داشت به نوعی اینها با هم تعامل داشتند. گاهی کادرهای اونها را زندان میکردند و اغلب اوقات به اونها اجازه فعالیت و حتی انتخاب شدن در پارلمان به اونها داده میشد و مسائلی از این دست. بنابراین باید مسئله را از این زاویه نگاه کرد که ارتش برخلاف کشورهای غربی که نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی کاملا جا افتاده و از نظر تاریخی تکاملی یافته هستند، در اینجا ما شاهد این امر نیستیم. در نتیجه ارتش به عنوان یک نهاد در مجموعه نهادهای موجود، نهادهای سیاسی، مدنی و نظر اون نقش بازی میکنه. این ارتش میتونه به هر حال نقش منفی بازی کنه، میتونست ارتش جانب طرف آقای مبارک را بگیره و علیه مردم سنگر بندی بکنه و موضع بگیره و اینها و وضعیتی شبیه سوریه وجود بیاد. منتها به دلایلی که گفتم ارتش مصر متأثر شد از در واقع انقلاب مردم در ژانویه 2011 و با آنها همراه شد. همین تأثیر و تأثر را و همین کنش و واکنش را بین ارتش و سایر نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی جامعه در انقلاب 30 ژوئن 2013 هم دیدیم. یوسف عزیز، اون چیزی که بیشتر من تلاش دارم که بگم و اون چیزی که تلاش دارم بیان کنم اینه که میخوام بگم که مردم و ارتش اساسا منافع مشترک ندارن، هدفهای مشترک هم ندارن. سوالم از شما اینه که شما فکر میکنید که با توجه به این که ممکنه این ارتش، حالا باید نگاه کنیم ببینیم که در صحنه سیاسی در مصر به کدوم طرف را خواهد رفت، ولی همه شواهد حاکی از اونه که حضور ارتش پس از 30 ژوئن و در روز چهارشنبه 3 جولای ابتکارات توده مردم را سد کرد.
و جلوی پیشروی مردم رو سد کرد. چون مردم داشتن میرفتن یواش یواش که همونطور که شما به درستی اشاره کردید میرفتن که آگاهی خودشون رو به بلوغ برسونن و میرفتن که اون نقایصی که در انقلاب اول یعنی در بهار عربی نتونسته بودن انجام بدن و تمام خواسته هاشون نتونستن فرموله کنن، تشکلای خودشون رو به وجود بیارن، میرفتن که نهادهای اینو در بعد از 30 ژوئن به وجود بیارن. ولی همه شواهد حاکی از اینه که این حضور ارتش با توجه به اینکه یک سال حالا ممکنه در انتخابات طول بکشه، انتخابات مجدد و اینا، این وضعیت رو فرسایشی میکنه و مردم به خونهشون میفرسته و رفتن مردم برگشتنشون به خونه ها و خسته شدنشون از اون یه مقدار در شرایط سیاسی مصر که همونطور که اشاره کردم تمام ارگان های اقتصادی و سیاسی دست ارتشه یه مقدار خطرناکه. خب بگم شما ببینید آیا ارتش به این راحتی از این منافعش میگذره؟ من در مقاله که در اخبار روز نوشتم در این زمینه ضمن اینکه اشاره کردم به همراهی ارتش با مردم و پاسخگویی به خواست مردم، ارتش به خواست احزاب نیروهای ملی، احزاب اپوزیسیون، نیروهای انقلابی جوان به خواست اونها جواب داده، یعنی و دیدیم که در واقع در اون جلسه‌ای که بر تقدیر اون بیانیه ارتش خوانده شد در روز چهارشنبه، نمایندگان اغلب نیروهای مدنی، سیاسی و سنتی جامعه مصر حضور داشتند، از شیخ از الاسر گرفته تا در واقع رهبر حزب نور سلفی تا رهبر جبهه نجات ملی اپوزیسیون آقای برادعی تا یکی از نمایندگان زنان تا نماینده جوانان انقلابی و اینها. بنابراین به نظر من این گونه نیست که ارتش در مقابل نیروهای انقلابی ایستاد. البته این ارتش در واقع پاسخگوی درخواست های مکرر نیروهای انقلابی و از جمله 30 میلیون انسانی که در روز 30 ژوئن به خیابان های مصر ریختند به اونها پاسخ داد به نظر من. البته نیروهای انقلابی این به نظر من این آگاهی و درایت را دارند که نسبت به ارتش چک سفید ندند به ارتش، و ما این را دیدیم که هم اکنون که آقای عدلی منصور چند فرمان قانونی و قانون اساسی را صادر کرده اغلب این نیروها باش مخالفت کردند، یعنی هم جبهه نجات ملی اپوزیسیون، هم جنبش تمرد و هم حتی سلفی ها. این نشانگر اینه که نیروهای مخالف و نیروهای انقلابی به هیچ وجه، چون آقای عدلی منصور فرزند رئیس جمهور موقتی هست که به پیشنهاد ارتش اومده، به این دلیل باهاش موافقت 100% ندارن. و اکنون این بحث هست، همین یک دو روزه این قضایا مطرح شده، این مخالفت ها آشکار شده، همون مخالفت هایی که همین ها با آقای مرسی داشتن در مورد اون قانون اساسی، اون اختیارات فوق العاده ای که به خودش اختصاص داد و البته بعدها پس داد. بنابراین به نظر من نیروهای انقلابی در مصر نیروهای در واقع آگاه، تیز و متحرک و پر جنب و جوش و فعال هستند. یعنی ببینید ما سالها طول کشید در ایران تا در فرزن انتخابات سال 88 مردم علیه رژیمی که رأی اونها را دزدیده بود به خیابان ریختند.
یا مسائلی از این دست که در واقع مخالفت خودشون انجام دادن. البته ما نشون بدن، البته ما این را در بین مردم میبینیم، ولی به شکل توده‌ایش و انقلابیش در اون هنگام در 88 این را ما شاهد بودیم. منتها مردم مصر در واقع طی یک سال نگذشته حس کردند که یک نیرویی میخواد در واقع دستگاه دولت را تسخیر بکنه به نفع ایدئولوژی دینی خودش، و این مورد مخالفت همه این نیروها بود. همه این طیف وسیعی را که من عرض کردم با این دستیابی و سلطه و چیرگی اخوان مسلمین بر دستگاه دولتی مخالفت کردند، چون اونها اولا تجربه های تاریخی مثل تجربه به قدرت رسیدن حزب نازی در آلمان و فاشیست ها در ایتالیا را در ذهن خودشون داشتند، و از همه نزدیکتر تجربه انقلاب اسلامی ایران را داشتند که در واقع من همیشه در صحبت هام با روشنفکران، با نویسندگان مصری این را حس میکنم که اینها چقدر حراس دارند که مصر به آینده ایران دچار بشه. در نتیجه این همیشه این آینه، این انقلاب ایران، این آینه انقلاب در مصر، انقلاب سیاه شده و تیره شده ایران را در این آینه منعکس میکنه و میبینند مردم مصر، و در نتیجه با این در واقع انقلابی که انجام دادند در 3 ژوئن جلوگیری کردند از ایرانیزه شدن در واقع انقلاب مردم مصر. ایرانیزه شدن به قصدم یعنی اسلامیزه شدن انقلاب مصر هست، و در واقع مردم مصر با هزینه‌ای که پرداختن تا به حال بعد از 3 ژوئن 2013 و تا کنون جلوگیری کردند از هزینه های خیلی خیلی در واقع بیشتری که ممکن بود در صورت استمرار آقای مرسی پرداخت بشه، پرداخت بکنه جامعه مصر، و حتی صحبت از جنگ داخلی بود بر اثر شکاف ها و اختلافات عمیقی که اکثریت مردم مصر با اقلیت طرفدار اخوان مسلمین و احزاب وابسته به اون داشتن. یوسف عزیز اجازه بده که حالا نگاهی بکنیم به وضعیت دولت آقای مرسی. در دوره یک سال ریاست جمهوری آقای مرسی اقتصاد مصر بیشتر گذشته ویران شد و تو سرازیری افتاد. علاوه بر اون مرسی با عنوان اسلامیزه کردن مصر، تنفسگاه‌های اصلی جامعه مدنی و زندگی مردم رو مورد حمله قرار داد. بنابراین اصلی ترین شعار انقلاب مصر یعنی نان و آزادی توسط اسلامگراها به زیر گرفته شد. در این وضعیت چرا نباید مردم دست به شورش می‌زدن؟ ببینید، سیاست‌های اقتصادی اخوان مسلمین برای مصر همون سیاست های اقتصادی نئولیبرالی نظام مبارک بود. هیچ گونه تغییری در این سیاست ها ایجاد نشده بود، بلکه به علت اوضاع بی ثبات داخلی سیاسی فاصله و اختلاف بین فقیر و غنی در مصر بسی بیشتر شده بود نسبت به دوره حسنی مبارک. صحبت از نبود بنزین و گازوئیل و کمبود نان و بیکاری و فقر، و صحبت از این بود که حدود نیمی از جمعیت مصر پایین‌تر از حد فقر قرار گرفته بودند در این دوره، و در واقع تورم و گرانی که کمر مردم و به ویژه طبقات فرودست را شکسته بود. این بخشی از این انگیزه هایی بود که در واقع طبقات پایینی را کشوند به انقلاب 3 ژوئن.
ولی رهبری این انقلاب اساساً دست نخبگان طبقه متوسط بود، همچون که در سایر در واقع قیام‌ها و خیزش‌ها و انقلاب‌های جهانی دیگر که به خاطر دموکراسی انجام میشه، اساساً طبقه متوسط است که نقش پیدا میکنه. و طبقه متعین حتی این انقلاب نشان داد که بیش از نیمی از در واقع طبقه متوسط، در واقع طبقه متوسط مدرن هست که مخالف با دینی شدن جامعه است، مخالف با قشری شدن، مخالف با ممنوعیت های نقض زندگی و عرفی مردم هست. و این طبقه متوسط مدرن تونست به حساب قشرهای بینابینی بین طبقات مدرن و سنتی را هم حتی به طرف خودش بکشونه و در واقع اخوان مسلمین را تنها گذاشت در انقلاب. اخوان مسلمین به اضافه یکی دوتا حزب کوچک دیگر مثل حزب وسط و اینها در مقابل اکثریت احزاب اسلامی، لیبرال، چپ، سکولار و ملیگرای مصری قرار گرفتند و این باعث میشه که این انقلاب مشروعیت داشته باشه، انقلاب 30 جوان مشروعیت داشته باشه. آقای مرسی مشروعیت را با حاکمیت یکی گرفته بود، فکر میکرد چون به حاکمیت رسیده حالا به هر شکلی این یعنی مشروعیت، در صورتی که مشروعیت را توده های مردم میدن، مردم هستن که به حاکم مشروعیت میدن. وقتی بعد از یک سال میلیون ها نفر این مشروعیت را پس میگیرند، معنیش اینه که این روند باید تصحیح بشه. این تصحیح هم توسط توده ها و به شکل مردمی انجام گرفته. آقای بنتروف، در مورد اقتصاد که من گفتم البته با اون تعریف شما موافقم، اقتصاد مرس کاملا یک اقتصاد نیولیبرالیزه بود و مرسی هم در همون چارچوب داشت ادامه میداد، ولی من گفتم به تنفسگاه های جامعه مدنی حمله کرد. همونطور که شما میدونید مثلا توریست یکی از صنایع پولساز بوده در مصر، تمام غربی ها، اروپایی ها، همه مردمی که مصر میرن بخشی از مردمی هستن که با فرهنگ اخوان المسلمین میتونن اونا اونجا برن. بنابراین این صنعت دچار در بسر اختلال بسیار جدی شد و بخش بسیار وسیع از مردم که از این را ارتزاق میکردن به حاشیه رانده شدن، بیکار شدن. خب معلوم اقتصاد به این دلیل ویران میشه. میخوام بیشتر سوالم از شما معطوف به این بود که اون نقشی که مرسی و دولت اسلامگرا به ویژه در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته، اونا رو کجا بیشتر شما میبینید؟ ببینید، مرسی از سیاست شروع کرد، یعنی سعی کرد که پست ها و منصب های سیاسی را به گروه خودش اختصاص بده، یعنی در واقع تسخیر تدریجی دستگاه دولت به این شکل که از سیاست شروع کرد، از نهادهای سیاسی شروع کرد. ایشون حتی در برابر تغییر نخست وزیرش آقای قندیل هم مقاومت کرد. همین نیروهای اپوزیسیون، همین جبهه نجات ملی تا 6 ماه پیش فقط خواستار این بودن که این نخست وزیر را که اخوان المسلمیه و ناکار آمده، این را عوض بکنید و یک کابینه ائتلافی تشکیل بدید، که ایشون فرعون منشانه در برابر این خواسته ها ایستاد و این کار را نکرد، کاری که الان حاضرند اخوان المسلمین انجام بدن وقتی که کار از کار گذشته و دیر شده. بنابراین از سیاست شروع کردن، بعد رفتند سراغ فرهنگ و قصد داشتند فرهنگ
نهادهای فرهنگی، وزارتخانه‌های فرهنگی را هم به تسخیر خودشون در بیارند، رسانه‌ها را به تسخیر خودشون در بیارند و البته با مقاومت‌هایی در این زمینه روبرو شدند. منتها اونها کار خودشون را انجام می‌دادند و از جمله در تعیین در این زمینه، یعنی زمینه‌های سیاسی فرهنگی، ایشون استانداری را برای لوکسور، استان لوکسور که یکی از مهمترین استانهای توریستی مصر هست، انتخاب کرد که حدود 10-15 سال پیش جزو جماعت الاسلامیه بود که یک گروه توریستی بود و ده ها نفر را 10 سال پیش کشته بودند در زمان حسنی مبارک. خب این یک رسوایی بود واقعا که نشان میداد که آقای مرسی در این زمین ها میخواد فقط اخوان المسلمین و گروه های تابع اونها را راضی بکنه، در صورتی که جامعه مصر به هر حال فقط اخوان المسلمین نیست. یا قانون اساسی که تصویب کرد، این قانون اساسی را فقط سلفی ها و اخوان المسلمین نوشتند، در صورتی که سایر احزاب و گروه های سیاسی و مدنی و فرهنگی و روشنفکران و نویسندگان درش نقش نداشتند. و حتی صحبت از این بود که آقای مرسی و اخوان المسلمین قصد داشتند دستگاه های امنیتی و ارتش را هم اخوانیزه بکنند و این را مطبوعات مصر چندی پیش فاش کردند که آقای جنرال سلیمانی، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در دیدار پنهانی که از مصر داشته حدود چند ماه پیش این پیشنهاد را به اخوان المسلمین داده بود که یک دستگاه نظامی، یک نهاد نظامی شبیه سپاه پاسداران در مصر ایجاد بکنید و ما به شما کمک بکنیم، کمک خواهیم کرد، هم از نظر مادی و هم از نظر مشورتی. این را روزنامه‌ها و مطبوعات مصر فاش کردند و میدونیم که بعد از انتخاب آقای مرسی، احمدی نژاد سفر کرد به مصر یکی دو بار، علی اکبر صالحی وزیر خارجش دو سه بار سفر کرد و از جمله جنرال قاسم سلیمانی. اینها از چشم مردم مصر پنهان نمیمونه، مردمی که حساسیت دارن نسبت به اینکه کشورشون شبیه ایران به یک جمهوری اسلامی متحجر بیگانه با جهان و دشمن با جهان تبدیل بشه، ضمن اینکه به هر حال دغدغه‌های مذهبی و اینها هم در بین مصریان که به هر حال مذهبشون فرق می‌کنه با مذهب مردم ایران هم وجود داره. همه این عوامل به نظر من دست به دست هم داد و این نارضایتی عظیم و این دگرگونی عظیم را در 30 جوان و یک دو روز بعد از اون رقم زد. همطور که شما گفتیم، برخورد اخوان المسلمین با دستگاه دولتی و مردم مثل فاتحین در یک جنگ بوده که فکر میکردن این دستگاه دولتی و این مردم رو در یک غنیمت جنگی به دست آوردن و باید اینگونه ازش استفاده کنن. اما در واقع آخرین سوالم اینه که آقای ونیتروف، در جریان اعتراضات اخیر به ویژه تو این 30 جوان، از مصاحبه ها و نوشته هایی که میشد متوجه سرخوردگی عمیق و همچنین نگرانی عمیق مردم میشد، اینو دید در مردم. البته در وهله اول از دولت اخوان المسلمین و سپس از کل حاکمیت. اگه این سرخوردگی ادامه پیدا کنه و یا این با این روشی که ارتش در پیش گرفته که میخواد بهار عربی رو با فرسایشی کردن و فرستادن مردم به خونه هاشون دوباره به مسیر سابق برگردون، یعنی همه چی آروم بشه و اون چیزی که خب طبیعیه هر ارتشی باید اینجور بخواد، شما فکر نمی کنید که مردم نباید به ارتش و تاکتیکای اون اعتماد کنن؟ من عرض کردم که
و در مقاله هم که در اخبار روز چاپ نشر دادم هم ذکر کردم که این احتیاط را هم مردم مصر نباید از دست بدند و من فکر میکنم از دست نخواهند داد. منتها من به یک شعاری که این روزها در میدان تحریر به شکل بزرگی بر روی پارچه زده شده این را بگم که توی این شعار اومده که انقلاب نیاز به نیرو داره، نیاز به قدرت داره. این را خب بر تقدیر مردم در فرایند پراتیک انقلابی و در فرایند عمل انقلابی دریافتند که بدون در واقع نیروی انقلابی نمیشه انقلاب را جلو برد. من فکر میکنم که به هر حال تا زمانی که ارتش با خواستهای اساسی مردم همراهی میکنه، مردم هم ازش سپاسگزار میشن و همین که باش همراهی میکنن. و من گفتم که مردم چک سفید به ارتش ندادن و هراسی هم از ارتش ندارن. وقتی که ارتش جنرال طنطاوی بعد از سرنگونی حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت، شعار مردم این بود یسقط یسقط حکم العسکر، سرنگون باد حاکمیت نظامیان. بنابراین این مردمند که دارند نیروهای نظامی را در واقع جلو میبرند، این مردمند که دارند روی نیروهای نظامی تأثیر میگذارند. وقتی ما بیانیه آقای سرلشکر عبدالفتاح سیسی را در 3 ژوئیه میبینیم، میشنویم از زبان ایشون که بارها و بارها تأکید میکنه در این بیانیه که ارتش نمیخواد در سیاست دخالت بکنه، ارتش نمیخواد حکومت بکنه. این نشانگر اینه که ارتش به هر حال تجربه گرفته از اون مبارزات جانانی که توده های مردم علیه حاکمیت ارتش، علیه 16 ماه حاکمیت ارتش داشتند، به جان آمدند ارتشی ها در اون 16 ماه. فقط میخواستند این در واقع دستگاه حاکمیت را به کسی تحویل بدن که خب انتخابات شد و آقای مرسی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور. ولی منظورم اینه که مردم مصر، مردمی که ما میبینیم واقعا چه شبها و چه روزها در زمستان و در سرمای زمستان و در گرمای تابستان در میدان تحریرها و قصر اتحادیه ها و اسکندریه و استانهای شرقی و غربی و شمال و جنوب به خیابانها میاند، اینها نمیگذارند ارتش همچون 60 سال گذشته دوباره حکومت استبدادی خودش را انجام بده. این را من فکر میکنم خود ارتش مصر هم فهمیده. در نتیجه مردم فکر میکنم حواسشون هست، احزاب سیاسی، نیروهای مدنی حواسشون هست نسبت به این قضیه و تا اونجا که میتونند فکر میکنم که جلوی انحراف ارتش را خواهند گرفت. و هیچ کس هم اکنون صحبت از در واقع کودتا نکرده در جز اخوان مسلمین. بقیه نیروها اون را در واقع دخالت ارتش در به حساب عقب راندن اخوان مسلمین از حاکمیت نتیجه پیشروی انقلاب مصر دونستند و نه چیز دیگر. آقای یوسف عزیزی ونیترو، برای شرکت در این مسابقه بسیار از شما متشکرم. خواهش میکنم، موفق باشید و در پایان هم سلام و درود خودم را به بینندگان تلویزیون برادری ابراز می‌کنم.